بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان محترم در خدمت شما از دا هستم در با یکی دیگر از مجموعه درس های مکتب تمدن امروز بخیر ما 85 مین درس از کیمیای صنف دهم ده را با هم آغاز میکنیم و ای در مورد نمبر اکسیدیشن عناصر است ما درس قبلی را که شروع کردیم اولین درس از فصل هشتم بود در فصل هشتم ما مکمل در مورد انمی تعاملات ریدوکس بحث خاط کردیم و در تعاملات ریدوکس یکی از موضوعات که خیلی خیلی زیاد مهم هست این نمبر اکسیدیشن هست ما در درس امروز با یک نمبر اکسیدیشن نمبر اکسیدیشن عناصر چی است آشنایی پیدا خود کردیم دوستای عزیز یکی ما ولانس قبلنا خواندین شما قبلنا ولانس را یاد دارین میفهمین ولانس چی هست؟ ولانس قوی اتحاد بین عناصر را می گفتند یا ولانس تعداد روابط را می گفت که یک اتم با یک اتم دیگه برقرار می کند ما یک اصطلاح در مقابل ازی داریم به نام نمبر اکسیدیشن نمبر اکسیدیشن همراه ولانس دو تا اصطلاح کاملا متفاوت با دو تا مفهوم کاملا مجزا جدا جدا از همدگه اینا هستن خب در اینجا هم برای ما و شما آمده عین موضوعات را توضیح داده یک بار با هم میاییم میخوانیم و توضیح میتیم در آخر سر باز میریم به سمت تخته میگه توسط ولانس های اناسور کیمیاوی میتوان قابلیت انصر را در تشکیل رابطه های کیمیاوی دانست و یا که ما و شما میفهمیم به مقیاس بلندتر که یک اتم در داخل یک مولکول چند دانه رابطه را میتونه بسازه چند در تشکیل روابط کیمیایی کمیت ولانس میگه ارقام روابط کیمیایی را تعیین میکنه با چی مانا؟ یعنی فرض که اگه ما میگیم ولانس یک عنصر است دو یا نه دو دانه رابطه داره یعنی کمیت ولانس ارقام روابط کیمیایی رو به ما نشان میده فرض که ولانس یک عنصر اگه باشه سه خیانی سه دانه رابطه را تانسته داخل مولکول بسازد که توسط اتم ها تشکیل گردیده است والانس ها به حیث کمیت الکترونگاتیویتی اتم ها که با اتم مشخص رابطه داشته باشند به شمار نرفته و علامه مثبت و منفی را ندارند یکی از تفاوت های عمده بین نمبر اکسیدیشن و بین ولانس نمی است ولانس کار به این نداره که چند دانه الکترون را یک اتم باخته در حقیقت فقط به ما تعداد روابط را نشان میده و این اصلا مهم نیست که کدام اتم چند دانه الکترون گرفته یا باخته اما در اما در نمبر اکسیدیشن بازی قضیه برعکس است در اونجا در حقیقت بر ما و شما میگه که چند الکترون باخته یک اتم چند دانه الکترون را گرفته به این خاطر نمبر اکسیدیشن علامه داره و این علامه ها از خود معنای دارن و بالاخره گفته زیرا ولانس ارقام روابط را در مالیکول ها مشخص می سازد ارقام روابط را. یعنی میگه ولانس فقط تعداد رابطه ها را در داخل یک مالیکول بر ما نشان می دهد لکن در مرکبات الکترون هایی که روابط کیمیایی را تشکیل می نمایند بالای اتم های الکترونگاتیو بلند اخذ موقعیت می نمایند خب یک مطلب دیگه بود اینجا ای بر اساس برد و باخت الکترون در اینجا بحث صورت گرفته میگه الکترون را انصر سمت خود جذب میکنه الکترون بالای انصر میباشه که الکترون نگاتیوتیش هم بلند باشه یعنی قدرت گرفتن الکترون در او بیشتر باشه بناهن الکترون ها میگه در اونمونجا میتونه که اخذ موقعیت کنه یا موجود باشه بناهن در اینجا نمبر اکسیدیشن با الکترون ها بیشتر ما شما سر و کار داریم و بعضی موضوعات دیگر در اینجا بر ما گفته که اینجا اگر بیایم بخوانه میشانه گفته که در نتیجه اتم ها چارج معین را کسب میکنند توسط درجه اکسیدیشن اتم ها در مولیکول ها چارج برقی قسمی یا شرطی اتم های مشخص به اساس استقرار الکترون های ولانسی بالای انصر الکترونگاتیو دریافت میگردد یا کمی جمله رو نسبتا سنگین تر گفته این را اگه من ساده تر بیایم بسازم میگه که در حقیقت اونمون نمبر اکسیدیشن برای ما و شما عدد که در نمبر اکسیدیشن بدست میایه تعداد الکترون های رو نشان میده که اگه اتم گرفته یا باخته مثال میگم نمبر اکسیدیشنش هست مثبت دو مثبت دو یعنی دو دان الکترون در اینجا تبادله کرده دو دان الکترون ده ببین امید دوی مثبت دو بر ما نشان داد چند الکترون در اینجا تبادله شده. اما اینکه که گرفته یا باخته ایره باز ما میخوایم که به تخته برای شما پس دوباره حال یک لحظه بعد بیایم و بگو میشه بینان تمام موضوعاتی که در اینجا شما دارین اگر ایره بیاین یک دفعه پیش خود باز قسمت های بعدی شما خط خانی کنین این موضوعات هست و در مورد نمبر اکسیدشن و بلانس بر ما بعضی تفاوت هایش آمده دا نشان داده و گفته در اینجا خب میخواییم موضوعات را بیایم با همدیگه در تخته کار کنیم که امی نمبر اکسیدشان و همین ولانس وقتی ما به شما گفتیم چقدر از همدگه در اینجا تفاوت اینا میتونن که داشته باشن ببینین ما و شما در حقیقت اگر بیایم و بگیم فرض کو مالیکول آب را داریم اینی مالیکول آب این دو دانه رابطه داره اکسیژن ولانس اکسیژن در اینجا میشه دو ولانسش دو شد ولانس تعداد روابط را رو برای ما و شما نشان داده ما نظر به ای این فامیل دو دانه رابطه داره اتم دو دانه رابطه داره پس ولانسش میشه دو اما ولانس هیدروژن تو؟ هیدروژن یک دانه رابطه داره ببین یک اتم یک ولانس هیدروژن یک اما در قسمت نمبر اکسیدیشن باز فرق میکنه اگر امیر یک راوند دیگه ما شما اینجا بیایم رسم کنیم الکترونگاتیوتی از یار اگر بیایم مقایسه کنیم الکترونگاتیوتی آه ببخشید اکسیژن سه الکترون ولتا در حال که از اکسیژن دو الکترون ولتا من این را از گرفتم خب اینا در جدول هستن بعضی عناصر معروف که خیلی کاربرد داره مثل از شما میتونن که در تان بسپارین هر انصار که الکترون زیاد بود بر علاوه از این که الکترون خود را داره الکترون مقابل خود را هم سونه خود چی میکنه؟ کش میکنه نزدیک با خود می گیره. به خود میگیره بنان دو تا الکترون به سمت خود کشیده یک دونه از اینجا یک دونه از اینجا هر الکترون چارج منفی داره یک الکترون منفی که حساب میشه به صورت نسبتی این یک دونه الکترون کیس اومده یک دونه منفی به این سون اضافه شده یک الکترون دیگه یک ده اینجا کشیده شده و یک دونه منفی دیگه ده اینجا اضافه شده این منفی رو کردی منفی که جمع کنیم منفی دو میشه پس اکسیژن منفی دو از چارجش یا نمبر اکسیدیشنش والانسش دو بلانسش علامه نداره اما نمبر اکسیدیشنش نمیتونیم بگیم که دو نمبر اکسیدیشن منفی دو و این به ما تعداد الکترون‌هایی که گرفته نشان میده در مقابل انصار هیدروژن یک الکترون خود از دست داده این مثبت یک میشه این هم یک الکترون دا از دست داده این هم مثبت یک میشه هر کدامش مثبت یک میشن این میشن نمبر اکسیدیشن هایدروژن مثبت یک یعنی یک الکترون خود چرا مثبت یک چرا یک یک الکترون از دست داده چون از دست داده چارج از میمانه مثبت منفی رفته بنان مثبت یک در, نق... در, کل ایده در نظر گرفتن بنان اگه بیای میره به صورت حالا یک مدل دیگه ایره خود تحلیل کردیم بیایم ساده ساده برای شما بگم با این ترتیب ما شما ایره میتونیم که در نظر بگیریم ببین دوستا به این مدل پس ما و شما اگر بیایم به صورت خلاص بخوایم برای شما تعریف کنم تعریف نمبر اکسیدیشن ما همیشه یک قسمی نوشتهش میکنم خلاص نوشته میشه تعریف نمبر اکسیدیشن عبارت از تعداد الکترون های گرفته و یا باخته شده و یا باخته شده توسط یک اتم می باشد تعریف نمبر اکسیدیشن تعداد الکترون های گرفته شده یا باخته شده توسط یک اتم می باشد به طور نمونه من همون مثال رو میگم وقتی میگم اکسیژن منفی دو انمی منفی دو در حقیقت انمی منفی دو نمبر اکسیدیشن اکسیژن هست انمی منفی دو نمبر اکسیدیشن هست چی معنا میته؟ یعنی دو دانه الکترون معنیشی چی است یعنی دو الکترون گرفته ببین من یه قسمی برات میگم که حافظه دافظه بانه علامه را علامه را برعکس معنا میدهد علامه برعکس معنا میدهد یعنی چی؟ معمولا منفی به این معنا استفاده میشه که یعنی کم شده باشه دیگه اما در اینجا برعکس معنا میده علامه یعنی گرفته یعنی منفی یعنی گرفته در اینجا علامه منفی بناهن به این خاطر نوشتم علامه رو برعکس شما معنا کنین حالا به طور نمونه وقتی ما میگیم که سودیم نمبر اکسیدیشنش سودی نمبر اکسیدیشنش مثبت یک است علمی مثبت یک نمبر اکسیدیشن است یعنی چی؟ یعنی یک دانه الکترون باخته از دست داده بناهن علامه بر عکس معنا داد از یادتان نره هر وقت میبینیم میگیم ان... یک انصار اکس انصار اکس نمبر اکسیدیشنش هست مثبت سه چند دانه الکترون رمی مثلا تبادله کرده سه دانه الکترون را چون مثبت سه شد دیگه این سه رو گرفته یا باخته سه دانه الکترون را از دست داده باخته مثبت سه علامه را شما برعکس معنا کنین خب اینی در مورد نمبر اکسیدیشن که تا ای قسمت بر ما شما آمده بود و گفته بود و بالاخره موضوعات را ما به صورت کل اگه جمع کنیم همیست که ولانس قوه اتحاد بین عناصر بود و بدون علامه فقط تعداد روابط را نشان میداد اما نمبر اکسیدیشن تعداد الکترون های گرفته شده یا باخته شده را نشان میته و همو علامه هم داره علامه هم برعکس شما باید معنا کنین اینی بود در مورد درس امروز ما و شما و پایان درس امروزی رسیدیم امیدوار درس یاد گرفته باشین تا دیدار بعد که در خدمت شما عزیزا قرار میگیرم همگی تانا به الله یکتا میسپارم